آیوا، برند جهانی، خاطره خوش هر ایرانی. آیوا. یه دونه خط رو ماشین من بندازی، من میدونم با تو. آخ الهی، شما برو از ما شکایت کن. ببین اصلا شوخیش هم قشنگه. حالا یعنی یه دونه ماشین مهربان نمیشه؟ عمرجون برزینم میگه نشتاختی؟ واقعا زنش بودم؟ بابا تحلیلش مفصله. من دیدم این حامله است. آبستن این پسر الدن زن داره. بابا بارداره. بارداره ببینم از چی این کار کردی دختر. من کاری نکردم. شما زنگ زدی به من گفتی پیگیر پرونده تا، منم بلند شدم اومدم اینجا. نگفتم برای چی اومدی، گفتم از چی این کار کردی. دست تو بندست با این ببینم هیچ کس حرف نداره به عزیز گل من حرف بزنه. بگه خاک اینجا رو به توبره میگیشم با دندون دندون. ببین چی کارش میکنم. بیرون کجا؟ بیرون اگه برم عروس گل من با خودم میبرم. شمه چیو؟ آره آقا، آره برداشتم، فقط تابلو نشه، داستان نشه. داستان چی داشت تو آدم؟ خسته شدیم داریم میریم سفر. خب تو این شقیق میفهمم. بیا تو عزیز، بیا تو خریبی. خب فهمه؟ او قربه خیلی سفر به سلام. سلامه. سلام و کور. سلام امه. سلام و زهرمار. سلام زن داداش. سلام. معرفی میکنم روشنک خانم خانومتون، ایشونم نینیتون.
نینی تون نداشتی نوشتی برای چه همه چی توضیح نمیدی واسه همه چرا؟ دیگه چی رو باید توضیح بده؟ نکنه یه دوسته قلوی دیگه یه همین تو هست من خبر ندارم. همه چرا علکی فاس رو سمی میکنی دوسته قلوی کجا بود؟ بابا تو که دیگه شاهد ماجرای واسه شو توضیح بده ماجرا چی بوده دیگه؟ چیه؟ آقا به من چی واسه دخالت نمیکنه؟ اما 76% طلاق ها به خاطر دخالت بی مورد خانواده هاست. نه بابا نمیشه. چرا خودم خوندم؟ نه نمیشه. خودم دیدم که میگن نمیشه. بوده که شده دیگه. آقا فوقش 75% و 0.8%. بیشتر از این نمیشه. چه حرفی ما اصلا حرفی با هم بزنیم؟ چرا دیگه حرفات بزنیم. برو بالا برو بالا غریبی نه. اومد برو بالا همه گفت اومد بهت میگم بیا دیگه بعد رفتاری نکنی این بارداره ها. کامران هم ببر تو بیا تو کجا داری در میری؟ بالا نشون تو نباید به عمت راپورت بدی این زن گرفته. من چی بگم دیگه عمه؟ اینو تو از کجا فهمیدی؟ من؟ سیرمیز بودم و تحچه شدم. بیشوره دیگه بیشور. بیا داستان بچه چیه ما؟ بچه نداشتیم ما. چکت که فردا پاس میشه. این بازی هم چند روز دیگه تموم میشه و من میرم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم. شما میری این با داستان رو بازی نداختی سیما خانم دست من ناراحت میشه. اون زنی که من دیدم اینقدر پخمو با موه که با یه اتکلان فیکم راضی میشه. خب اون راضی بشه. من که دیگه هر حال اون نمیشه با این گندایی که زنم تو چشش نگاه کنم. ساعت تو آمدم راضی میشه. آخه دیویست چی دیگه؟ ما دم چیز بایستاده بودیم، دم بوفه بایستاده بودیم، روشنک خانوم اومد گفت علکی تیس پیس نکن. ببینم تا کجاشو گفتی؟ خودش اومد دیگه برگشو خودت بگم. اومد گفت فیس فیس. نه من گفتم پیس پیس. پیس پیس بزن به خودم حالا فیس فیس پیس پیس همه رو خودم واسه تون توضیح میدم اینه چی. ببینید روشن خانم تو اومد اونجا به من گفت من باردارم. من انقدر خوشحال شدم که اصلا دست از پا نمیشاختم. چرا؟ یکی دیگه حامله شده تو ذوق بگردی؟ تو خود زن نداشتی مگه؟ همه زن چیه؟ زن نداشتم آخه. من یه صیغه محرمیت بین من و سیما خانم جاری شده بود که این واقعیت باباش اینقدر ناز و نوز کرد دیگه چشم افتاد دیگه. من دیدم شرایط روشن خانم خیلی بهتره سویچ کردم اینور. این واقعیت رو بگین دیگه. قضیه هومن چیه اون وقت؟ هومن رو میخوای خود توضیح بده شما؟ منم راستش بخواین دیگه من گفتم بهش بگیم هومن که یه ذره زندگیمون لاکچری تر بشه و این گذشتهشو فراموش کنه. فقط من جلو چشش. الان پلنتون چیه؟ پلن؟ برنامه دیگه. راهبرد استراتژیک. یعنی چی منظورتون؟ برنامه زندگی دیگه. برنامه زندگیتون چیه؟ آها واقعیتش چجوری بگم بذارم واسهتون توضیح بدم. برنامه خاصی که نداریم. گفتیم همینجوری دور هم باشیم و بخندیم. اگه روشن خانم که تصمیم داشته باشه با هم ازدواج کنیم که قلمشون به چش. من تا آخر عمر باهاشون زندگی میکنم. ولی اگه بخوان ناز و نوز کنن و پشت چش حاضر کنن من سریع سویچ میکنم رو سیما خانم دیگه. بکن. حالا وقتی سویچ کردن داری تا دو تای دیگه هم آزادی. جانم من دیگه با اجازتون میخوام برم. نه بابا جا کجا بده هر جا شوهر باشه زنم باید همونجا باشه. نه خب ما قراردادمون همین بودش که دیگه از هم جدا بشه. نه بچه که بیاد واسه خودش مهر میاره محبت میاره عاطفه میاره. نشست دیگه. تو مگه نمیخواستی بری؟ شما میگین بچه بیاد مهر میاره محبت میاره عاطفه میاره. بابا خود میاره که عزیز من بیا من بهت بگم چجوری مهر میاره چجوری میاره. من خودم بهش میگم چجوری میاره. نه خود راهکار داره. اما میاره خودم بیاد بابا بیا شما بدم بوی باورت میشد من بابا بشم؟ باورت میشد؟ چی داری میگی؟ چرا من چه خبره؟ چرا من در جریان نیستم؟ تو رو با در جریان بذارم. این شرف رو کجا در آوردی؟ یکی بهم میگه بابا. چی داری میگی؟ ازدواج خیلی کار خفنی ها. یکی میاد خونتون دیگه نمیره خونشون. ببر اینو بده بخوره چشه بچه چپ نشه. خفه شو بابا تو. نگرم نباش دخترم. میدونم چه بلایی سرش بیارم. حالا آقا جون من که مثلا بخوام ازش دفاع کنم و هیچ دل خوشی ازش ندارم ولی میگم شاید این دختره گولش زده. دختر خودش گول خورده بود. این تو نفهمیدی؟ الدنگ اسمشو گفته هومن کلا بردار. میندازم از زندان. حالا ببین فرزادو؟
که بابا هومنو. خب من گیج شدم بالاخره. اسم شوهر من چیه؟ فرزاد. خب اسم شوهر اون دختره چیه؟ هومن. خب مشکل ما چیه؟ فرزاد و هومن دیگه. مشکل اون عقل ناقصته. گم شد تو اتاقت. با تو هم هستم. تو هم گم شو. من که نشستم. زمنان یادتون باشه اسم این پسر توی خونه بیاد جفتتونو میبرم تو زیر زمین یک هفته بدون غذا. به نشستن ده گم شد. یالا هیچه منم هیچه هیچ وقتی دارم تا ببینم شبه هستش. چشم هم میگه خوشگل تره که نمیاد برادرش داده باشه فیل کنه نا که میاد به بازار میشه دلازا. تو هم چیزی میگه کم داری ناراحتی؟ منو میگه نه جنازه من از اون خوشگل تره. من از اون خوشگل ترم. خوشگل ترم؟ آره هست. بگو. آره آره تو خوشگل ترم. آره خوشگل ترم. خوشگل تری هست. بگو. خوشگل تری تو خوشگل. بگو. خوشگل تری دیگه. ببین یه چیز بینیم. فرزاد مرد. 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 مرد 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 بسم الله مرد. تو و تو و تو از این بر من به این به این از این بر آهای خانم کجا کجا؟ سلام رانا خانم. علیک سلام عروس گلم روشنک طبی طبی عروس گلم روشنک. خیلی خوشبختم ولی ورود به اینجا ممنوعه. از کی؟ از زمان امضای توافقنامه 5 به علاوه 1 هم موقعی که تحریما رو وضع می‌کردین. خب پس تحریما رو دور می‌زنیم. بچه‌ها دور می‌زنیم. بری سر کارتو ببینم. رنا چون میرم یه وقت باید نشه من اینجا یه بدا خوبشو باید قبلا فکر میکرده یقین زن فرزادی هومن فرزاد طبیعی نقیی مهم اینه که قاپی این پسر ویز ویزی موی خوشگل ما رو زد. بابا عمه ببین اما عمه رو نداشتیم و به باغ رفته بود. ببین چجوری آدم رو پرومود میکنه. تو راپله هرچی نگاه کردم دم خیلی به هم میاد. این باید لنده داشته من باشه. آره با اونو چی بودن بابا؟ اونا هم خوبن تفلکی و چشمی رو اخلاق نداشتن. این بهتره. ما دارن. نه تو حواست نبود. فقط تازه کارن. پا تو از این اتاق بیرون نمیذاری با هیچ کس هم حرف نمیذاری. آفرین. مگه از سیری آوردی رانا چون؟ خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. یه وقتی دی سیرا بشیرون منو کشیدن آوردن بیرون.
زبونم رو آویزون کردن، چشام از عدد آمد بیرون، حرف نمیزنی. حالا برعکسش هم ممکنه، یه وقت من سیراب شیردونشو کشیدم آوردم بیرون، زبونش آویزون شد، جفت چشاش از حدقه زد بیرون، بازم حرف. 50 کیلو کله را تکون میدی، 250 گرم زبون را تکون نمیدی، حرف نمیزنی. میشینی اینجا تکونم نمیخوری و اعصابت مسلط باش. مینا ملتهبم، خیلی ملتهبم. چرا ملتهبی؟ فرزاد زنش با هم میگو برن دادگاه. ای کی به همین راحتی ای کی فرزاد زنش با همون رده خانومو با این فرزین میخواستیت بلند شد آمده اینجا با تو میخندی میگه ای کی؟ اون موقع که عصبانی میگن عصبانی، الان که دارم میخندم چرا میگی میخندم؟ دارم میگم خب کی اومدن؟ جالبه برام. او میگم همین الان اومدن دیگه، همین الان پاشدن، همین الان اومدن. آره حواسم نبود اگه آقا جون هم بفهمه خون به پا میکنه. اتفاقا بذار آقا جون بفهمه، بذار صدای مظلومیت ما به گوش جهانیان برسه. دشمن همین بغله، این دشمن فرضی نیست، این دشمن واقعیه. بذار همه بفهمن، بذار بفهمن. آه مینا خانم امروز چهارشنبه است، وای چهارشنبه خون جای بارون میباره. چهارشنبه الان مجتمع در حال آماده باشه، هر لحظه ممکنه گلی حمله کنه، حواستون رو جمع کنید. چه شده؟ آقای گلی میخواه حمله کنه؟ کسه کم مشکلی پیش آمد تنگه هرمزه بستم، اراده کنی یه بار دیگه بهش خودت میبندم. وسط تنگه که بری یه چراغ قرمزی هست، رو بدنه چراغ قرمز نوشته از سرکار کریمی. اینقدر حرف نزن کریمی، نمیخوام تنگه هرمز رو ببندی، همین جلوی در رو ببندی برای من کافیه. اینجا اونجا نداره، از همین لحظه به بعد تمام محلهای اطراف قروق کریمیه. اینه بدان. ای بابا من بدبخت کلن دو ماه بیشتر از خدمتم نمونده. من میگم و همین الان میگم اگه جنگ بشه من اینجا اعلام بی‌طرفی می‌کنم. چی شده؟ خیلی خوب نامه برات میزنم، 20 روز دیگه بیاد رون دومات بشه، دو ماه 20 روز بزدل ترسو. الان تو چه کاره ای میخوای نامه بزنی برای ایشون؟ تو بخوام برو خان تام، چرا من خراب کنی به سربازا؟ زیادی خیلی زیاد حرف میزنی ها، خیلی زیاد حرف میزنی. آگولی اومد. تو کجا؟ دشویی. آقا اون مذاکره میشه حل دیگه. طبیعی میگم رسولی رو خبر کنی، حرف زیادی میزنی. آقا
نصف شب چرا داد بیداد میکنه؟ چرا تو چشم پیلنها رسولی میلینه که تو رو برداری؟ نه بابا شیفتان اشکالاتی داره که اینجوریه تو چیز هم نیسا اونو خوب عاشق هم به من الان بعدی فرشت نه دیگه بده به من یکی سیگه بده به من بایداری که تو دیونه دیونه شدی نگه همه خواهش میدونم آتی یک اتفاق تو زندگی همه هست دیگه میدونی که بیشتر پلک میدونی همه مشکل ها هست اینجا با هم بعبه دارم فرزین فرزین یه اون کوزه رو بده زمین سیما میگم فرزاد خانم زنش اومدن به من چه؟ دیوونه دارم میگم فرزاد زنش اومدن میگم به من چه؟ میگم فرزاد زنش اینجا دختر بی بریم الان تو باید یه حق تو بگیری نمیدن انقدر دوست داشتم جای تو بودم دونه دونه دندوناشو خورد میکردم موهاشو میکندم شکمشو پاره میکردم روده‌هاشو میکشیدم بیرون مینداختم دور گردنش انقدر فشار میدادم تا این چشاش از حدقه بزنه بیرون من شیرین میزنم به نظرت یک کلم بهش بزنیم نه؟ آره دیگه شیرین میزنه بگه من میفهمیدم داره به من خیانت میکنه تو شیرین نمیزنی که به هر کس و ناکسی اعتماد میکنی کاش من این رو ندیده بودم روشنک آن؟ رنا؟ آقا جون؟ فرزاد؟ نه بابا این فیلم حیوان آزاری اعصاب اعصابم خورد کرده خب چطوری؟ تو شیرین نمیزنی که کلن شیش میزن چه برگه توه؟ رسولی بزنم تو تنبکم نمیتونی بزنی آقا گلی اونایی که زدی و فیلن هم بیبارستم مرخص کن بعدن دایره بزن برو حرف زیادی باقو گفتم دخالت نکن فقط آقای رسولی چیز کنه یعنی حرف بزنه با تشکر از خانم طبیعت متبرخشین بفرمین آقای رسولی شما به من توجه بکنه آقای دوتا یتیمم صغیرم فقیرم خدا رو خوش بدی جونی سرشون عبار کنه بفرمین داخل بوفه بفرمین آقای چایی چیزی بخورم آروم بده بفرمین بیا چایی بسید بیا تو بفرمین دیگه داد بیداد ما رو بود حمله نمی کنن نگران نباشی بفرمین بیا برو عرض ادب و احترام خدمت شما خانم بزرگوار آقا نومتیاز چه خبره؟ دو ساعت اینجا لافم آروم باش من اینجا کارمندم من اومدم هستی که هستی چه آقا شما اومدی اینجا زن طلاق بدی من اومدم تازه اینجا زن میگیرم اینو؟ چای نمیخوام آقای شیرافکن ممنون چای نمی بردم برای تو اومدم پرونده این خانم کدوم خانم؟ همون خانم کدوم خانم؟ زن جدید آقا فرزاد دیگه آهان اون؟ بله همون اون برای کی میخوام؟ برای آقای رسولی چه خبره بالا این همه داد و بیداده؟ اون اومده کدوم؟ همون بابا اون همون اون کدوم؟ همسر جدیدشون واقعا که این مرد جون به جونشون کنه این نامرد بابا یه دور از جون ببخشید یه چیزی بله پله بود بایست بگی برو یه چایی هم مرد بیا چایی هم میخوای؟ بله چه میخواییم این مجسم اینجا بشینم هم دیگر نگاه کنیم؟ ادقه شما اجازه بدید ببینم چی کار بتونم کنم دخترم شما راحت حرفتو بزن بفرمایید چی شده؟ مالو من اصلا نمیدونم اینجا چه خبره؟ آقای رسولی من اظهارات این دختر پاک و معصومو شنیدم اگرم امروز اینجاست فقط اومده با محل کار شوهرش آشنا بشه بله اونی که میشینی مفصلا صحبت بکنیم اما اجالتاً حاجی اجالتاً رو ولش کن همین امروزا محرمیت دخترم از این بی وجود میگیری تمام چرا همین امروز همین الان صیغه محرمیت باطل گرفتم ببین چی توش نوشته تو با چه اجازه پرونده رو نگاه کردی؟ آقا این حرفا رو ولش کن این آقا چهار تا زن دیگه هم داشته چی؟
داره دری بری میگه داره پاپوش درست میکنه آخه هم با تو آخه چه حرفه کجا در بریم حاجی راست میگه بله بله همینطوره چهار مورد شکایت دارن ایشون از سه زن مختلف مخفی زن میکنه آخه من چهار تا زن دارم داداش فاق من گرفتی بری چی همه رو گرفتی حالا بسط چیز نگو ببین آقا واسه من هم شما نگاه کن به خود من هم شماره ملی تو به من شماره ملی الان حفظ نیستم بچه هم داده چند میدونه آقا واسه چهار تا زن داشتن تو چهار تا زن داشتن دو سه تا داشتی دیگه اما الان جای شوخیه هم وقت شما اصرار میکنی من با این آدم زندگی کنم دهن اینو خواه برم برم پریده یکی آقوری آرومش کن آرومش کن دستت به عروس گلم بخوره من میدونم و تو من میزنم ببینم چی کار میخوای بکنی بزن بزن تو ضعیف کشی تو عامل کشی تو بوده کشی بزن بزنی که داره خوب بزنی من چی کار به این کودک کش دارم من اینا رو دارم میگم بزنم نه بل گفتم این آدم ناخلف ناخلف آقا بری بیرون چشم بری بیرون واسه میخوام به عروس کلم در بکشم بری بیرون بری بیرون بهتر بری بیرون بفرد پاشید بفرد همه بیرون بفرد بفرمایید همه بیرون خیلی کار خوبی کرد اتفاقا اینجوری راحت تر میتونید تصمیم بگیرید تو جسارت هم خودتون هم بیرون بعد خودم منم بیرون آجه حوزه استفازی منه من شما رو کجای دلم بذارم مانعی نداره مانعی نداره ولی با هم سنگاتون رو بکنید صحبت بین تکلیف رو روشن کنید بفرمایید بپرسیگه ببین خانم محترم شما اگه به من بگی از اینجا برو من همین الان از اینجا میرم باور کنین اصلا نمیخوام زندگی این دوتا رو به هم بزنم ولی چیکار کنم مجبورم به خاطر این بچه شما یه قلوب دیگه بخور رنا ببین رانا خانم شما اگه به من بگی همین الان از اینجا برو من همین الان از اینجا میرم باور کن اصلا من نمیخوام زندگی این دوتا رو به هم بزنم هی چیکار کنم به خاطر این بچه مجبورم دیگه یه قلوپ دیگه هم بخوری میخوام اصلا استرس نداشته باشی واسه بچه تو راهیت خوب نیست بخور ببین رانا جون اگه به من بگین از اینجا برو من همین الان از اینجا میرم مثلا دلم نمیخواد رابطه آقا فرزاد و سیمون خانم رو با هم بزنم خوب میدونم خوب چی کار کنم به خاطر این بچه رنا من میخوام بیام تو بی خود میکنی میخوای بیای اینجا سیراب شیدون تو بیرون میکشم بار میذارم همگی هم مهمون من بابا اینم که همش تیکه میبرم همی که گفتم بخش تو فقط بخور بخور خب به من بگو ببینم بابا و مامان کجا ایران نیستم من تنها زندگی میکنم خب تنهایی امان از این تنهایی همه چیز از گور این تنهایی بلند میشه بخور بعدش هم مثل یه دختر خوب به من بگو ببینم که این فرزاد ویرزین یا همون آقا هومن رو کجا دیدی این هومن منو بدبخت کرده آقا این آقا آقا فرزاد هومن شوهرمه آه یعنی فرزاد همون هومن نی نه نه بخور بخور که داری خوب میخوری خب رنا جون با مامانم که رفتن من با هومن عقد کردم یه ساله نمیدونستم اینم دختر رو بدبخت کرده که بس بهش گفتم بیا طلاق بده نایمد خواست بابامو تلکه کنم خیر ندیده بابامو؟ نه اومد آها بخور
اون خونه زندگی که دیدین همش مال بابامه. همون میگه که اون خونه رو بده به من واسه اینکه طلاقت بدم. نه دیگه کلاشه. نه خلاق بخوره. بابام میگی؟ نه این بارم همون تو بخور. اومده بودم واسه تعیین وقت مشاوره. آقا فرزاد رو اینجا دیدم. اصلا یه جا خوردم فکر کنم همون اینجاست. بهش گفتم پیس 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 بیا. پیس 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 بیا بیا خو خو آفر ایچی اونم اومد و همیچو پله ها رو بود و بود و اونبلا هم اومد و هم دیگه من زن دارم و متأهلم. ای چقدر خوب. اه؟ به مشکلی نره؟ آژانس دارین شما؟ ماشاءالله خوبم سوال میپرسی ها. اونا همش دنبال راننده متأهل میگره گفتم شما. شماره من. بهم زنگ بزن. آخه آقا فرزاد خیلی مردی. این همه تحمل کرد هیچی نگو. این همه کتک خوردی هیچی نگفت. اختیار داری مردی از خودتونه. داداشمو ندیدی؟ داداشمو ندیدی؟ وای خیلی مرده به خدا. یعنی این دوتا اینقدر به هم شبیه هم. خیلی مزافه کردم من اینجا. نکنه تو بیمارستان عوض کردن منو خیلی شبیه توه. نه خونه آخرش هندیشه. نه نه آقا بخور 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 واسه بچت هم خوبه. بخور بخور چی؟ باز میخندی که چی؟ چرا اینجوری شما؟ بچه والا این از همه بدتر همین دروغ بود که بهتون گفتم. او این هم دروغه؟ چی بیگفت؟ اونا بگیری تو ایشان مومن میگی؟ نه استثنان این بار تو رو نه حالا ببینین آخه اینجوری نبود شکل دروغ آخه نه نه اینو ببینین این آخه ببینین چجوری شد چجوری شد آخه فرزا گفتش که میخوام برم چی سیما خانوم من فکر کنه بره من هم که دیدم این چی بهتر از این دیگه اینو بگم و شاید شما پیشو گرفتیم من میگرفتم دیگه بخور ببینم میونه این همه دروغایی که گفتی این آقا هومن همین یه دونه راسته یا نه اینم دروغه نه یه دونه راسته خدا رو شکر خدا رو شکر خب از قدیم گفتن راستی و درستی میدونی عزیز من دروغ خناق وسط گلوی آدم رو میگیره بهتره که هیچ وقت دروغ نگی آقای رسولی بازجویی من از این متهم نیمه محترم تموم شد ببین یه نفر میتونی پیدا بکنی حق اینو از این بدبخت بگیره حتما حتما با دوستانم همکارام توی دادگاه خانواده مشورت میکنم نتیجه رو بتونم نانا جون جان نانا ببین بذار بچگی معرف بگم اصلا بازم مونده مگه ببین یعنی هیچ چیزایی برات میگم اصلا باور نمیشه من بودم نه نه دیگه نخون نامه شو بذاریم بخوره بابا بذاریم بخوره بگی دیگه تفلگانو که گرم شده بذاریم چیزایی میگی که دیگه نباید بگی بیا شما هم بخور آقای رسولی پی متهمو ببن بیا یه خانم بخور من برم چی کردی چی گفتی خیلی سردر بوم آه میرسم دیگه بیشتر از این بگم دیگه بیشتر آبه میگم رانا خورم دمنوشه کارساز بودا نه بر منکرش تنت رانا وانایسی بهتره برو برو ما اگه شانس داشتیم اسم میشد شمس‌الله باره کلا شمس‌الله این پرونده رو زحمت بکش از همون شعبه که گرفتی بده من روش دستور دادم این پرونده رو به همون هایی بدین که همه چی رو بهشون دادیم به درد بخور نیستی کنم میگم رانا خانم باعث زحمت ها یه بار دیگه از اون دمنوش رو بسمن میریزی بازم میخوای دمنوش بخوریم بفرمایی به ریاستتون برسیم بفرمایی منم کنم بفرمایی
سلام و عرض شد. قهری؟ آخه چرا؟ یعنی اصلا منو ندیدی؟ سلام عرض کردم بابا سیما خانم. بفرمین آقا اومد. آقا اومد کیه؟ اومد که مالی داستان دیگه بود تموم شد رفت. من خود فرزادم جلوت نشستم. نگام کن. نه من هیچ نشونی از اون آقا فرزادی که به خاطر عشقم این همه بدبختی کشید نمیبینم. حالا چرا بیافتم اونجور میکنی؟ من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. من فقط یه سوالی دارم. چون؟ اون موقعی داشتی این کار رو میکردیش به من فکر کردی؟ من هر کاری داشتم میکردم فقط به تو فکر میکردم. باور کن. باور کن. بین ما همه چی تموم شده بفهم. یعنی چی تموم شده؟ یعنی دیگه دوستم نداری؟ نه. یعنی دیگه واسم اینجوری اینا نمی کنی؟ مسخره بازیه چی آقا؟ بفهم بیرون. بفهم. سیما من میگم من شو بینیم یه عطری اتکالونی چیز رو ست بخرم آمار باید میم ترشک بخرم باقلبا حبو بهبه کیپ میکنیم پاشم ببخشید عشق آلوچه نیست بخوای بهش نمک بزنی دختر همسایه نیست که بخوای بهش چشمک بزنی غذا نیست بخوای بهش ناخونک بزنی عشق مقدسه فهمیدی باید جلوش دامو بزنی ببین همین عشق من بوده که باعث شده تو شاعر بشی نه نفرتت بوده بفهم بچه‌م بگم ها یه وقت دیگه نیه دیدنم ها اصلا نیه به هم زنگم نزن فهمیدی؟ یعنی الان هرچی بین من بود تموم؟ دیگه دوست مردم یعنی تموم شد؟ نه یه ذرهش مونده خب بازم خوبه که یه ذرهش مونده نه حراست خبر میکنم سیما میخواستم خواستم بگم حالا که همه چی بین ما دیگه تموم شده واسه جمله آخر یه چیزی میخواستم بهت بگم بگو داری یه 50 تومن به من دستی بدی تا یکی دو روز دیگه بهت میدم من بیشوره بگو برای که عشق ریختم برو بیرون شما فقط رنگ رو ببین من متوجه هزار تومن ناقابل بفهم دست شما هم در نکن بطر فرزاد زده شده رو ندیدی؟ وی فرزاد کو من رفته جلو شعبه یه سیما دارم تو چرا تو لیوانی؟ بفهم خانم خدمت شما اختیار عمه عمه اون نظر خودت تو این چی چه رازی تو این نافته سلام رانا خانم سلام آقا پرزی آقای رسولی با تون کار داشتن خیر باشه ایشالله چی کار دارن؟ من که اصلا نمیدونم فقط گفتن دستورشو به شما ابلاغ کنم هرچه سریعتر اینجا رو باید تعطیل بفرمایید خوبه چی هم نمیدونستی؟
و آقای رسولی نفرمودن که برای چی ما باید اینجا را تعطیل بفرماییم؟ نه خیر نفرمودن، فقط خیلی زیادی فرمودن، خیلی با عصبانیت، مثل که با شما یه مشکلی داشتن. آی آخر مینا باشه ایشالله. نمیبینی آقای رسولی دستور فرمودن که هرچی سریع‌تر اینجا را تعطیل بفرماییم؟ ایشون هی مینا مینا میکنن؟ آره بابا، از ماست کلب باز چشش دیده دلش خواسته. بی خود ماست خواسته، بی جا ماست خواسته. یعنی چی؟ در حوزه استحفاظه من این گونه روابط ممنوعه. کدوم گونه روابط؟ همینی که ببینی، بخوای حرف بزنی، دوست داشته باشی، بشینی، بخوری، بخوابی، بری، بیاد. ولی چی آزاده؟ همون همیشگی. گیری افتاد. اینم از ماست کلباس، ماست ما رو دید و دلش خواست. چرا چرا فلان میکنی آخه بابا؟ قافیه نداشت که این اصلا که باشه. قافیه نداشته باشه، معنی که داشت که همه که زنید بشه یه نشنیده این همه خشم و خصومت. شما چی کارشون داریم؟ به شما چه؟ من شوهرشم دارم میگم چی کارش داری؟ بگو چی کارش داری؟ همون که دوتا زن داره، واقعا که آره، یعنی همه فهمیدن من دوتا زن دارم؟ سیما برای چی رفتی؟ همه جا گفتی من دوتا زن گرفتم آخه؟ تو که همه اونجایی؟ دو زنه یه دروه نامرد بیمرفت اینه که تو نداشت. نه هرچی، مفهوم که چقدر با من حرف میزنی؟ الان مثلا لش کردی؟ با شما میگم لچ کردی؟ اینجا کسی در رو ببنده مثل گاراژ نیان تو؟ آقا اون رو بکن، لچ کردی دیگه. چه لجی؟ من مسائل شخصی رو تو کار دخالت نمیدم، همه هم میدونم. حدوای احمد، یه نشیدی تکلیف به اذیت و آزار برداشتی؟ نه خیر، اون قانونه، به من هم ربطی نداره. اونجا رو بسیم، المسلم صادر نمیشه. سب کنی ببینم، این الان کار شما هست یا نیست؟ نه کار من نیه، کار دخترای گلیه. بعد به من ربطی نداره، همینه که من خط نمیشه که خب کار نداره که اینو خب بس پاره کنیم، یکی بدیم این امضا کنه اینجاش. ببخشید مشکل من نیست که، مشکل شماست. دیدی؟ نه اجازه بدید. دیدی؟ یه دقیقه وایسی، من چی رو دیدم؟ این شما با اون شما فرق میکنه. با کدوم شما؟ اون شما که میگفتی محال یادم. نه ببینی هایی تیکن نفتی واسه چه محال شما محال یادم. محال یادت میره نمیره واسه به جواب بدم. اینجوری دی ندار نره بخور. جماعت باید جلوی شما هست چی؟ میذاره میره. حالا تنظیمت میکنم، فکر کردی چی؟ چنون کنم مثل موم؟ حالا بریم. مجلس را انداختی؟ بابا بری چی الکی مزنی؟ خب کسی نیستش اینجا، خلوت یه چرت زدم دیگه. حتما باید کسی اینجا باشه؟ کسی نمیه دیگه. به کارت برس، افیل مفته. داره میه نامد. اسم تو را بشه گذشت فامی؟ سلام رانه جون، باز چی شده؟ علیک سلام، این رسولی دماغ چماغ جواب رد چنینده میگه نامه تاوانی که دخترات گم کردن و باید برداری بیاری، وگرنه بوفه تعطیله. جواب رد دادی؟ دمت گرم رانه جون، اینه. آخه غیرت هم قبول نمی کرد بری خونه غریبه. حالا کی قرار بود بره خونه غریبه؟ اگه عروسی میکردی خب میرفتی دیگه، نمیرفتی؟ من حالیم نیست. میری به رسولی میگی بوفه باید باز بمونه، وگرنه پول پیشو باید بده، منم بارو بر دلمو جمع کنم برم ده. چی؟ پدرشو در میارم. غلط کردی که بوفه رو بخواد تعطیل بکنه. چی تو اون موقع ها دوست داشتی بوفه رو تعطیل بکنه؟ آخه اون موقع قرار نبود که برید ده. ده بازم وایستادی که ده بجمده. جواتی! بله آقا! چشمت به مغازه باشی، من برمیگردم. چش، خیالت راحت. جواتی. بله خانم. ظرف و بیتا تو دست نگیر، آب بریز، حیوان بی آب نمونه. اومدی؟ بابا ببینیم بقای سریش بیارم که مرقای آسومو بطن گریه کنم. آی با
باریکلا برو ببینم چه کار میکنی درامه حکمت کسی طرف رو من تا این رسولی از این اداره بیرونش نکنم صحبت نیستم آرامشی داره نگات که رو به راهم میکنه چه خوبه یکی مثل تو دار